در توصیف اصالت انسان و اهمیت انسان که میگه که هر شرابی بنده این قد و خد. خب اون سلطان از ریخته شدن اون سبوی شراب عصبانی بود، سلطان نصرانی بود که خب شراب مینوشید و اینا، ولی خب اینجا میخواد بگه که به خاطر شراب چرا عصبانی هستی؟ تو وجود خودت مست کننده ترین و نابترین شراب عالمه. سخن مولوی اینه، تو اینو در واقع دیگه حالا در مورد انسان داره میگه، نه مشخصا در مورد شخص، در مورد انسان میگه که هر شرابی بنده این قد و خد، جمله مستان را بود بر تو حسد. تو خودت مورد حسادت کسایی هستی که شراب میخورن، چطور تو به خاطر یک شراب انقدر آشفته هست؟ هیچ محتاج می گلگون نیی، ترک کن گلگونه، تو گلگونه ای. گلگونه همون سرخابی هستش که میزدن به صورت، ولی خب اینجا ایهام داره و اشاره به شرابه و میگه که تو چه نیازی به شراب گلگون یا سرخ داری؟ گلگونه یعنی سرخاب رو ترک کن دیگه، لازم تو خودت زیبایی لازم نیست، مثل یک زن زیبایی هست که لازم نیست، نیازی نداره به استفاده از سرخاب، به اصطلاح حسن خدا داده رو حاجت مشاطه نیست. و بعد میگه که یا معنای دومش اینه که خب شراب رو ترک کن، شراب رو ول کن، تو چه احتیاجی به شراب داری؟ تو گلگونه، تو خودت در حکم یک شراب ناب هستی. ای رخ چون زهرت شمس و زها، ای گدای رنگ تو گلگونه ها، ای که چهره زیبای تو مثل خورشید درخشان میمونه، خطاب به انسان میگه، ای که گلگونه ها یعنی سرخاب ها یا هر چیز سرخ و زیبایی گدای رنگ توه، محو زیبایی توه. باده کاندر خنب می جوشد نهان، ز اشتیاق روی تو جوشد چنان. می یا باده که توی خون میجوشه از اشتیاق دیدن روی تو یا رسیدن به دست توی که داره میجوشه. ای مه تابان چه خواهی کرد گرد، ای که مه در پیش رویت روی زرد. تو خودت مثل ماه میمونی، تو چه نیازی به نور دیگران داری؟ ماه در چشم در پیش تو زرد روخه، انقدر که درخشان و زیبا روی هستی. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ تو خودت معدن و کان خوشی و خوبی هستی، تو چرا میخوای با باده با می خودت رو شاد کنی؟ در واقع داره به انسان میگه که وجود خود تو منبع و سرچشمه همه شادی هاست و اون کان و معدن خوشی و شادی در درون خودته، تو چرا میخوای با یک چیز بیرونی خودت رو شاد بکنی؟ ببینید همین آدمایی که با خوردن الکل مثلا میخوان خودشون رو شاد بکنن، همین آدمایی که میخوان با مصرف مواد مخدر مثلا خودشون رو یه نیم ساعت یک ساعتی سر حال بکنن، این در واقع یک جور خودکهتریه. حالا وارد اون بحثای خودمون میشیم، چون شما اگر برای وجود خودتون واقعا ارزش و کرامت قائل باشید، حاضر نیستید همونطور که عرض کردم اون رو به هر چیزی آلوده بکنید. اگر آلوده کردید پس واقعا خود ارزشمندی ندارید و باید دنبال این گشت که شما چرا، شمایی که وجودتون به قول مولوی کان هر خوشی و هر زیباییه، چرا حاضر شدید به یک چیز ناپاک و آلوده او رو بیالایید برای اینکه دمی شادی کاذبی و گذرایی رو تجربه بکنه. حالا در جای دیگه میگه که تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. برای اینکه دو دقیقه برن تو حالت مستی و اینا، خودشون آلوده میکنن به بنگ و خمر و امثال. بله، و میگه که جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایه اند و او قرض. خب جوهر و عرض دو استا اصطلاح در واقع منطقی و فلسفی هستند. جوهر اون چیزیه که اصل، عرض اون چیزیه که باز به قول خود مولوی میگه که جوهران باشد که او که قائم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. هر چیزی یه جوهری داره، یه عرضی، یعنی اصل و اساس یک چیز جوهر اون چیزه، خصوصیتایی که به اون اضافه میشه یا چیزایی که بهش اضافه میشه یا متغیرهایی که در او هستند یا به اون وارد میشن اعراض اون هستند.
حالا میخواد بگه که انسان جوهره و تمام عالم هستی اعراض انسان هم. یعنی توفیل هستی و وجود انسان هستن، به خاطر انسان به وجود آمده هم. انسان نبود اونها هم به وجود آمده. حالا اینو بعدا یه جای دیگه هم اشاره میکنه. خواهیم ای قلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنین پیش را ارزان فروش. تویی که تمام عقل و تویی که عقل و خرد از عظمت وجودت دچار حیرت میشه، چرا خودت رو اینقدر ارزان میفروشی؟ چرا حاضر هستی به هر کاری تن بدی؟ حاضر هستی هر رفتاری با خودت بکنه؟ آفتاب از ذره‌ای شد رامخواه، زهره‌ای از خمره‌ای شد جامخواه. مثل این میمونه که آفتاب به اون عظمت بیاد از یه ذره بخواد وام بگیره، قرض بگیره یا هستی بگیره، هستی گدایی بکنه. مثل این میمونه که ستاره زهره با همه عظمت و زیباییش که البته سمبل شادی هست، بیاد از یه خمره حقیر شراب بخواد یه جام شراب بگیره. این یکی از اون جاهایی هستش که همونطور که عرض کردم مولوی در مثنوی اشاره میکنه به اصالت انسان، اهمیت جایگاه انسان، ارزشمندی وجود انسان، و اینکه خیلی وقتا متاسفانه انسان این ارزش رو به خوبی نمیشناسه، درک نمیکنه و رفتارهایی با خودش میکنه که شایسته این وجود ارزشمند نیست.